با درود خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA بریم به شهر تون و کابونه مازندران. کشتی های بین المللی آزاد جام جهان پهلوان تختی در حال برگزاری هست. رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم، بله، دو بنده آبی دلاور از کشورمون امیر حسین حسینی در مقابل کشتیگی از ارمنستان با دو بنده قرمز خاچاتور پاپیکیان به روی تشک رفتم. ببینیم چه میکنه دلاور کشورمون که نایب قهرمان آسیا هم هست. یه لحظه حالا اومد پیش بندازه، خودش خاک میشه، بدل کرد و خاک کرد کشتیگیر ارمنی رو. چه کشتی دو بر صفر میشه، میره برای بارانداز. ببینیم میتابونه یا نه، نتونست و به دلیل مکس بیش از حد داور کشتی رو سرپا میده. داور وسط آقای رحیم پور از سنندج. نچه کشتی دو بر صفر میشه حالا به سود دلاور کشورمون امیر حسین حسینی. با کشتی دسته هم دیگه کار میکنن، دست زیر کتف و از اون برم مچه دست رو گرو گرفته تا راه رو ببنده برای اجرای فنون. یه لحظه حالا گست میکنه کشتیگیر ما امیر حسین حسینی، یه زیر نشون میده حالا پاپیکیان کشتیگیر ارمنی. کشتیگیر ارمنی خاچاتور پاپیکیان نفر سوم اروپا هست، در مقابل نفر دوم آسیا قرار گرفته. تو قهرمانی آسیا 2020 امیر حسین حسینی تونست تو چین نایب قهرمان آسیا بشه. حالا در مقابل نفر سوم اروپا ببینیم چه میکنه. تا به اینجای کار که دو بر صفر جلو هست کشتیگیر ما. دو کشتیگیر دسته هم دیگه کار میکنن ولی فنی رد و بدل نمیشه. یه لحظه یه زیرگیری نشون به از راه دور به پا میرسه ولی خیمه سنگین کشتیگیر ارمنی. سرپا میده به دلیل مکس بیش از حد. وقتی فندی گرفته میشه و اجرا نشه بعد چند ثانیه داور میتونه سرپا بده. یه زیرگیران نشون میده پاپیکیان ولی فقط جست زیرگیری رو نشون داد، نرفت برای زیرگیری. 50 ثانیه از 3 دقیقه اولی کشتی زمان داریم. همچنان دسته هم دیگه کار میکنن، امتیازی رد و بدل نمیشه. کشتی آروم داره دنبال میشه. این در رده بندی وزن 74 کیلوگرم، 42 دوره کشتی های جام جهان پهلوان تختی. ارمنی ها با دو تیم اول دومشون توی کشتی ها شرکت کردن. یه زیر حالا نشون داد کشتی گیره ارمنی ولی نتونست از دست های پرقدرت حسینی رد بشه. یه زیر دیگه حالا از کشتی گیره ماخیمه سنگینه کشتی گیره ارمنی. هم حالا نگه داشته کشتی رو تا 3 دقیقه تموم بشه. بله داور سرپا میداد، عرض میکردم یه جورایی برای کشتیگیرهای ارمنستان انتخابی تیم ملیشون هم حساب میشه. همه بزرگای کشورشون رو آوردن. هر کدوم از این ارمنی ها بدون سکو برن دو بنده تیم ملیشون رو تصاحب میکنن، برای همین انگیزه بسیار بالایی دارن توی کشتی ها کشتیگیرهای ارمنی. البته کشتیگیرهای ما هم اگه قهرمان بشن 99% جواز ورود به مسابقات جهانی سربستان رو میگیرن. خب 30 ثانیه وقت استراحت کشتی به پایان میرسه. دو کشتیگیر باید بروی تو شک بیان و ادامه مبارزشون رو با هم ببینیم. نچه کشتی تا به اینجای کار دو بر صفر به سود دلاور کشورمون هست امین حسین حسینی. خب 3 دقیقه دوم کشتی آغاز میشه. دو کشتیگیر راسته هم دیگه کار میکنن. کشتی قبلی رو دیدیم در فینال کشتیگیر ارمنی قیاسی ما رو به حاشیه برد، به قدری ضربه زد تمرکزش رو به هم ریخت تا زهرش رو ریخت و به نظر من که ناعادلانه قهرمان شد تو وزن 65 کیلوگرم، اصلا لیاقت قهرمانی رو نداشت. حالا یه زیرگیری زیبا از کشتیگیر ما زیر دو خم
سر زیر بغل و خاک میکنه و دو امتیاز دیگه برای خودش ثبت میکنه. چه کشتی 4-0 باید باشه، هنوز برای تابلو ثبت نشده. بله اینجا دو امتیاز ثبت میشه برای دلاور ما. چه کشتی 4-0 میشه. دو دقیقه 10 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم و زمان زیادی هست. یه زیر حال نشون میده کشتی گیر ارمنی. از میکردم مرتضی قیاسی تو کشتی قبل در فینال وزن 65 کیلوگرم دوم شد. حالا یه ارمنی دیگه اومده برای ردبندی در مقابل دلاور کشورمون. تا به اینجا کار 4-0 بازنده هست. یک دقیقه 40 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. یه رقص پا میکنه که نشون بده هنوز انرژی و نفس داره کشتی گیره ارمنی. جدا کشتی میگیره، کشتی قرب هم دیدیم، کشتی گیره ارمنی جدا. یه سرزیر بغل زیبا خاک میکنه کشتی گیره ارمنی، هم دمای های زشت و زیبا میتابونه کشتی گیره ما رو. دوتا دوتایی میدن. ببینیم چه امتیازی تایید میشه توسط قاضی و رئیس تشک. داور دوتا دوتایی داد. یه لحظه هر دو کشتیگی هم دیگر رو پول بردن. ببینیم 4 تایی میخوام. بله درخواست چلنج میکنن مربی ارمنستان. با دستش 4 تایی رو نشون داد. فکر میکنم ببینیم یک بار دیگه صحنه آهسته رو اینجا یه زیرگیری کرد. مایه زشت و زیبا ببینیم. ولی کشتیگیر ارمنی تابوند. یه لحظه خودش هم رو پل موند. دوتایی تقریبا میشه گفت درست بود امتیاز. یه دوتایی دادن به کشتیگیر ارمنی درسته و یک امتیاز دادن به کشتیگیر ما. ببینیم نظر هیئت ژوری چه هست. یک بار دیگه ببینیم. یه لحظه خودش هم رو پل گیر کرد. بله یک بار دیگه فیلم رو بازبینی میکنن. ببینیم نظر هیئت ژوری چی هست و چه امتیازی برای این صحنه در نظر میگیرن. بله چالش رو واگذار میکنن، چالش رو واگذار میکنن و یک امتیاز برای کشتیگیر مصاحب میشه. تو همین حال بلافاصله تا بخواد تمرکزش رو جمع کنه زیرگیری میکنه و خاک میکنه کشتیگیر ما رو. نه چه کشتی حالا 6-4 میشه. نباید بارانداز بخوره. خوب داره مقاومت میکنه. دست و پا رو کاملا قرص محکم ستون کرده و بدنش و نتونست بارانداز بزنه. نچه کشتی حالا 6-4 میشه و حساس 45 ثانیه 49 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. نتیجه حساسی هست. نهزاش تمرکزش رو جمع کنه. بلافاصله بعد از سوت بعد از این حاشیه چلنج زیرگیری کرد و خودش رو به پای کشتیگیر ما رسون. 35 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. میتونه اداره کنه کشتی رو. نباید زیر بده دیگه. یک بار دیگه زیرگیری میکنه و خاک میکنه کشتیگیر ما رو. نچه کشتی حالا 6-6 میشه و کشتیگیر ارمنی برنده میدان هست. حالا داره زمان رو از بین میبره تو همون حالت. فقط 20 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. نچه کشتی 6-6 و امتیاز دوم رو کشتیگیر ارمنی گرفته و برنده میدان هست. همین حسین حسینی هرچه در توان داره باید رو کنه. خیمه سنگین کشتیگیر ارمنی رها نمی کنه. حالا سرگردن رو تو ماهی فیتو گرفته و فشار زیادی به کشتیگیر ما میاره. بعد 8 ثانیه تا پایین 7 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم و لحظات به سرعت داره سپری میشه. یک بار دیگه زیرگیری میتابونه میره به پشت کشتیگیر. ای داد بیداد زمان تمام شد. متاسفانه زمان تمام شد. اگر یک ثانیه زودتر این حرکت انجام میشد ما برنده میدان بودیم. دیر جنبی. اگه واقعا این همه انرژی داشتی حداقل چند ثانیه زودتر میجنبیدی دلاور. حالا درخواست چلنج میدونن داوره ما. مطمئنن چلنج رو میبازیم. کاملا روی تابلو مشخص بود. ببینیم تابلو رو کاملا مشخصه. اینجا تمام شد زمان و اینجا بود که کشتیگیر ما به پشت حریف رفت. هنوز هم کامل مسلط نشده بود. بله زمان تمام شد. متاسفانه ما این کشتی رو واگذار کردیم. صحنه های آهسته این کشتی رو با هم ببینیم. خب دوستان متاسفانه ما کشتی ردبندی وزن 74 کیلوگرم رو هم واگذار کردیم.
بریم برای دیدار فینال، تا دیدار فینال وزن 74 کیلوگرم. یا حق.